Ne diyorsun? Ümidim gül olup da. Tabii ümidim gül olup da. Evet, olmuş ben. Çiftler orta şümen oldum. در کمتر از 20 روز از تایید حکم اعدام قاطر آتنا در دیوان عالی کشور، این حکم صبح امروز در ملأ عام اجرا شد. سریعترین زمان ممکن و خارج از نوبت رسیدگی شد و الحمدلله امروز ما شاهد اجرای این حکم هستیم. امروز اهالی پاک و با غیرت و صبور پارس آباد غم و شادی را یک جا تجربه کردند. حس رضایت از تحقق خواستهشان یعنی اجرای حکم در سریع ترین زمان ممکن در ملأ عام و دیگری زنده شدن دوباره داغ از دست دادن آتنا دختر کوچک پارس آباد. داغش همیشه تو دل ما خواهد. تجمعی ها کل ایران اعلام بله اصل جزیر ده تقدیم تشکر میکنیم به قوه قضایه و نیرو انتظامی. هرچند داغ از دست دادن آتنا سنگین است و جانکاه، اما اجرای این حکم شاید مرهمی باشد بر دل داغ دیده پدر و مادرش. رحمت توختاقن تقدیم تشکر بارم نیرو انتظامی ده نیروهای امنیتان داستان اردبیل آتنا اصلانی دختر 7 ساله که 28 خرداد از کنار بساط دست فروشی پدرش در شهر پارس‌آباد ناپدید شد و کاراگاهان 22 روز بعد جسد متلاشی شده او را داخل بشکه پلاستیکی در پارکینگ خانه رنگدز محله پیدا کردند. قاتل پس از کشف جسد ضمن اقرار به این جنایت به قتل 2 زن دیگر نیز اعتراف کرد و امروز به جزای اعمالش رسید. گرگ به دار آویخته شد تا درس عبرتی باشد برای گرگ‌های دیگر. یونس یعقوبی، خبرگزاری صدا و سیما، پارس‌آباد مبارک. قاتل آتنا بالای دار مجازات. این مرد که 29 خرداد امسال پس از تجاوز به دختر بچه 7 سالگی پارس‌آبادی اونو به قتل رسونده بود، صبح امروز در ملأ عام به دار مجازات آویخته شد. دادگاه اردبیل متهم رو برای تجاوز به عنف به اعدام و به خاطر قتل عمد به قصاص محکوم کرده بود، حکمی که بعد از تایید دیوان عالی کشور امروز اجرا شد. قاتل آتنا به سزای جنایتش رسید. بامداد امروز اسماعیل رنگرس که آتنا اصلانی دختر 7 ساله پارس‌آبادی را ربوده و به قتل رسانده بود در ملأ عام اعدام شد. ندیه جمعی میدم گرلوپتا تبی میدم گرلوپتا رفت دولمش من چیفتر رو پشیمن اولدم. تقدیر تشکر بارم نیرو انتظامی ده نیروهای امنیتان دادستان اردبیل کل مردم ایران.